خیام و آن دروغ دلاویز، نوشته هوشنگ معین‌زاده. قسمت دهم. از آن روز به بعد مرتب به دیدار آنان می رفتم. اگرچه روز به روز انس و الفت من با فرزندان جمیله بیشتر می شد، ولی خود جمیله مدام از من دوری می گرفت. کار تجارتم به پایان رسیده بود، اما کار دلدادگیم تازه از نو شروع شده بود. امید به من مهر می ورزید. فرشته بی آنکه تظاهر کند صمیمانه به من علاقه مند شده بود. تنها نگرانی من حال و هوای جمیله بود. او چنان از زندگی بریده بود که باور نکردنی بود. با خودم می گفتم چطور می شود این زن با داشتن چنین فرزندان خوبی این طور به غم و اندوه دچار گردد، تا جایی که برای گریز از زندگی این طور مشتاقانه در انتظار مرگ روز شماری کند. اقامتم در شیراز طولانی شده بود. می بایست به ولایت باز می گشتم. از این رو آنان را ترک کردم، در حالی که تمام وقت در این اندیشه بودم که با آنان و دل شوریدم چه کنم. مشکل من این بود که به تعدد زوجات معتقد نبودم و طلاق دادن سکین سلطان مادر بچه هایم را نیز مصلحت نمی دیدم. یک سالی نگذشت که همسرم سر به خاک گذاشت و من آزاد شدم. چند ماه پس از مرگ او با اشتیاق به شیراز رفتم تا جمیله و فرزندانش را به خانه‌ام ببرم و باقی عمر را در کنار آنان سپری کنم. با این آرزو در خانه جمیله را به صدا درآوردم، اما کسی در به رویم نگشود. دلهره‌ای به جانم افتاد و همانگاه همسایه‌ای با شنیدن ضربه‌های مکرر من به در سر از پنجره خانه‌اش بیرون آورد و گفت آقا، کسی تو این خونه نیست. کجا هستن؟ کی؟ صاحب خونه و بچه ها؟ زن همسایه با تأثر گفت ای آقا، جمیله خانم بیچاره دو ماهی هست که فوت کرده، بچه ها هم پیش عموشون به همدان رفتن. با شنیدن این خبر چون کوه در خود فرو ریختم و مانند دریا خروشیدم و به خدایی که از ظلم و ستم بر جمیله هیچ فرو ننهاده بود نفرین ها کردم، تا اینکه در اثر شیون و زاری من همسایه دیگر از خانهش بیرون آمد و خود را به کنار من رساند. وقتی که دانست پسرموی جمیلم و برای بردنش به ولایت و ازدواج با او به شیراز آمدم، با دلسوزی شروع به دلداری من کرد و به صبوری و تن دادن به قضای الهی نصیحتم کرد. همان روز به گورستان و به مزار جمیله رفتم. در آن حالت فکر می کردم مرگ و نیستی دروغ است و آدم نمی میرد و نباید بمیرد. وقتی از آن حالت بیرون آمدم، با غم‌زدگی به گوری که پیکر نازنین جمیله را در آغوش گرفته بود خیره شدم. نمی خواستم بگریم و از آن حال جذبه خارج شدم، ولی اشک مهلتم نداد تا اینکه به فریاد آمدم و پرخاش ها کردم و خشم درونم را با قهر و غضب به سوی آسمان، آنجایی که میگویند جایگاه خدایان است، پرتاب کردم. بعد از زمانی که آرام شدم، با غمی جانکاه به جمیلم که تک و تنها در گور سرد و تاریک و خاموش به خواب ابدی فرو رفته بود سلام کردم. در آن لحظات خاطراتم هم که عزادار بودند به یاری دلم آمدند و خاطرات شیرین گذشته را به گوش دلم زمزمه کردند تا با یادآوری گذشته ها به شوریدگی دلم بیفزاید. در آن هنگام صدای جمیله و سخنان پرشک و تردیدش درباره بیمهری خدا به بندگانش را می شنیدم. می شنیدم که این دنیا را نفرین می کرد و آن دنیا را هم باور نداشت. اگرچه به اندک امیدی که به او داده بودم پایبند شده بود، با این حال همانطور که برایم شرح داده بود، چشم به راه بود و منتظر رفتن. به کجا؟ نمی دانست. فقط می خواست برود. عجله داشت تا آنجا را هم ببیند و سرنوشت خود را در آنجا هم بیازماید. آن روز
من 20 سال زهد و عبادت و ایمانم را در راه عشق جمیله هدر دادم. آنقدر کفر گفتم و به خدا و خداییش طعنه زدم که برای خودم هم باور کردنی نبود. همان موقع بود که فهمیدم ارزش عشق جمیله برای من بیش از ایمانم به خدا بوده و آنچه من در راه خدا انجام می دادم صرفاً به دلیل عشق و علاقه‌ام به جمیله بوده است. حاج رجب با اشکی در چشم و بغضی در گلو چنین ادامه داد: می دانید حضرت شیخ الرئیس، مردم اصولاً به دلیل دین و ایمان و اطاعت از پیغمبر و امام به خدا راه پیدا می کنه. ولی واقعیت این است که من به خاطر جمیله و عشق او به سوی خدا رفته بودم، عشقی که فقط از نگاه‌های دوران کودکی که بین ما رد و بدل شده بود و کلمات کوتاهی که با حجب و حیا به هم زده و از هم گریخته بودیم سرچشمه می‌گرفت. حالا چه دستی رقم زن این سرنوشت غمبار ما بود؟ دست خدا؟ چرا؟ آن شب را در کنار مزار جمیله به صبح رساندم و غروب روز بعد به خانه همسایه رفتم. مرد مهربانی بود. می گفت بعد از مرگ جمیله بچه هایش به همدان نزد خانواده پدرشان رفتند، چون جوان سال بودند و نیاز به سرپرستی داشتند. مدتی در شیراز ماندم. روزها به قبرستان می رفتم و با معبود به خاک خفتم راز و نیاز می کردم و شبها به مسافرخانه باز می گشتم و در تنهایی با خدای خود به گفتگو می نشستم. تا اینکه شبی جمیله به خوابم آمد. گفت پسرمو قصه مرا نخور، ناراحت من هم نباش، من راحت شدم، دیگر غم و قصه ای ندارم. سرنوشت من این بود: اگر هنوز مرا دوست داری برو بچه هایم را ببین، به آنها برس. من نگران آنها هستم که نه پدر دارند و نه مادر. بچه های من کوچکند و محتاج مهر و محبت و سرپرستی. گناه آنها چه بود که به این سن و سال باید یتیم و بی سرپرست شوند؟ فردای آن شب به مزار جمیله رفتم و با او ودا کردم و راهی همدان شدم. در همدان با پرسجو خانه برادر شوهر جمیله را پیدا کردم. وقتی که در خانه را به صدا درآوردم، این بار نیز او در برویم گشود. باز هم جمیله بود. جمیله همونطوری که من می شناختم و دوستش می داشتم. فرشته دختر جمیله مثل اولین روز در شیراز در به رویم گشود و با دیدن من شادمانه فریاد زد: آه پسرم رجب! با شنیدن این جمله که جمیله مرا به آن صدا می زد آشفته شدم و در آغوشش گرفتم و هر دو گریستیم. با آمدن امید و دیدن پریشان حالی او خود را آرام کردم تا باعث ناراحتی بیشتر بچه ها نشوم. برادر شوهر جمیله و سایر بستگانش نیز با شنیدن خبر آمدن من در خانه جمع شدند. بعد از صحبت‌های زیاد گفتم: اداره امور بچه‌ها از نظر مالی بر عهده من است، ولی از نظر نگهداری و سرپرستی بر عهده کسی که خود بچه‌ها انتخاب کنند. بعد از گفتگوی بسیار بالاخره همه خانواده پذیرفتند که بچه‌ها را به من بسپارند تا زندگیشان را به سامان برسانم. خوشحال از اینکه عزیزترین یادگار جمیله را با خود خواهم داشت، همدان را ترک کردم و با فرشته و امید به ولایت برگشتم. حضور فرزندان جمیله در خانه‌ام، به خصوص فرشته که همیشه مرا به یاد او می‌انداخت، چنان صفایی به زندگیم داده بود که هیچ وقت در تمام عمرم آنطور خوشحال نبودم. چند سال بعد فرشته با مرد مورد علاقه‌اش ازدواج کرد. امید را برای ادامه تحصیل به فرنگ فرستادم که بعدها یکی از پزشکان معروف شد. حاج رجب با آهی از آسودگی چنین ادامه داد: من از زبان فرشته شنیدم که مادرش بعد از دیدار با من دیگر آرامشی نداشت و در بستر بیماری اعتراف کرده بود که همیشه مرا دوست می داشته است. فرشته بیشتر اوقات خاطراتی از مادرش برایم تعریف می کرد که من از شنیدن آنها خوشحال می شدم. در این حال خود فرشته هم بدین وسیله خاطره مادرش را زنده نگه می داشت. حاج رجب قصه زندگیش را این طور به اتمام رساند: وقتی که جان به جان آفرین تسلیم کردم
و در مقابل فرشتگان دادگاه عدل الهی حاضر شدم، هیچ بهانه‌ای برای جلوگیری از آمدنم به بهشت نبود. مگر کفرگویی‌هایم در موقع شنیدن خبر مرگ جمیله که از آنها هم به دلیل وضع بد روحیم چشم پوشیدند و مرا به اینجا فرستادند. حرف‌های ساده و صمیمانه حاج رجب و شوریدگی و عشق پاکش به جمیله چنان دوستانش را تحت تأثیر قرار داده بود که قابل توصیف نبود. خیام همیشه شوریده از شوریدگی دوست خود به تعجب بود. ابو علی سینا هم که عشق و شیدایی های آن را به کتابت کشیده بود، مورد تازه‌ای برای تعمق و تفکر پیدا کرده بود و عزت الملوک بی خبر از قصه شوریده حالی برادر مقدس مآب خود برای نخستین بار به مکنونات ضمیر وی پی برده بود و دلش به حال برادر می سوخت. در میان ابو علی سینا بی نتیجه از آنچه که در نظر داشت قصه این انسان شوریده را مرور می کرد و با خود می گفت: چرا خداوند عالم این چنین رحمتش را از بندگان مخلص و صادق خود مضایقه می کند؟ آیا او واقعا شاهد اعمال و پندار ماست؟ و اگر او ناظر سرنوشت غم‌انگیز جمیله بود چه احساسی داشت؟ آیا او نیز مثل ما بر باعث و بانی سرنوشت این دو عاشق شوریده می شورید؟ مسبب بدبختی آنان چه کسی بود؟ خدا بود؟ سرنوشت بود؟ قضا و قدر بود؟ خودشان بودند؟ پدر و مادرشان بود؟ محیط؟ دین؟ پیغمبر؟ کدام؟ خیام که به دخالت خدا در سرنوشت انسان‌ها عقیده نداشت، از خود می‌پرسید: چه کسی باعث محنت و اندوه این دو دل داده شده است؟ چه کسی؟ یقیناً این کس خدا نبوده است، چرا که او بزرگتر از آن است که بخواهد مخلوقاتش را به چنین سرنوشتی مبتلا کند. از این گذشته پروردگار عالم با شاهکارهای بدی خلقتش که سراسر توأم با زیبایی و مهر و محبت است، نمیتواند حزن و اندوه را بیشتر از شادی و مهر و محبت بپرورد. خیام در این قضایا بیشتر قضا و قدر را مقصر میشمرد و آن را نیز به خوی و خصلت و جهل و جهالت انسانها و رهنمونهای نادرست راهنمایان عالم بشریت مربوط میدانست و می گفت: اگر اولین حقوق طبیعی انسان‌ها که آزادی و آزادگی است از آنان سلب نمی‌شد و انسان‌ها را عبد و عبید نمی‌شمردند، حق‌کشی‌ها و تحمیل‌های از قبیل ازدواج حاج رجب با دختر مجتهد روی نمی‌داد و این همه سیه روزی نصیب امثال حاج رجب و جمیله نمی‌شد. هر اتفاق ناگواری که در زندگی انسان‌ها رخ می‌دهد نتیجه عدم آگاهی آنان به حق و حقوق طبیعی آدمی است و تا روزی که بشر خود به جای خدا و پیغمبر و دین و مذهب برای بهبود هستیش نکوشد، همیشه حوادثی از این قبیل در انتظار اوست. فصل ششم، دیدار با بدعت گذاران. سنگ تراش پیر. سیاحتگران بهشت مشغول سیر و سیاحت بودند که به کارگاهی رسیدند که در آن مردی مسن ولی نیرومند مشغول سنگ تراشی بود. لوحه‌های بزرگ و کوچکی که به طور مرتب در بیرون کارگاه چیده شده بودند نظر آنان را جلب کرد. پس از لحظه‌ای سنگ تراش با خوشحالی به پیشواز آمد و به آنان خوش آمد گفت. یاران به دعوت او وارد کارگاه شدند و سنگ تراش با کاسه های شیر به پذیرایی از آنان پرداخت. مرد سنگ تراش از اسم و رسم و آیین و ملیت میهمانان سوال کرد و چون دانست که آنان ایرانی هستند، به تعریف و تمجید ایرانیان به خصوص کوروش بزرگ پادشاه ایران پرداخت. او آنچنان از این پادشاه ایرانی به نیکی و احترام یاد می کرد که برای خیام و دوستانش باور کردنی نبود. ابو علی سینا با شنیدن آن همه ستایش از کوروش بزرگ کنجکاوانه نگاهی دیگر به در و دیوار کارگاه انداخت و با دیدن لوایح یک شکل حد زد که این سنگ تراش باید موسی کلیم الله و این لوایح نیز فرامین دهگانه او باشد.
از این رو با خوشحالی گفت: ما در پیشگاه موسی کلیم الله هستیم، اینطور نیست؟ سنگتراش شادمانه پاسخ داد: بله، من موسی هستم. نزدیک 3000 سال است که این کارگاه را برپا کردم و شب و روز مشغول تهیه لوایح 10 فرمان هستم تا به زائرانی که برای دیدار من و آگاه شدن از اندیشه هایم می آیند هدیه کنم. اکنون خوشحالم که شما مهمانان عزیز ایرانی اینجا هستید. موسی با خوشحالی تعدادی لوح سنگی از روی پیشخوان کارگاهش برداشت و به هر یک از حاضران لوحه هدیه کرد و گفت: به این لوحه ها نگاه کنید. اگر انسان ها به همین فرامین 10 گانه من توجه می کردند، دیگر مشکلی در عالم دیده نمی شد. پیروان من حاشیه رفتند و حرف هایی به من نسبت دادند که روح من نیز از آنها بی خبر بود، در حالی که همه حرف های من در این خلاصه می شد که انسان نسبت به هم نوع خود چه وظایفی دارد و در مقابل خدا تکلیفش چیست؟ 10 فرمان من کجا و کارکرد پیروان من کجا؟ موسی نیز گویی حوصله‌اش از تنهایی و اقامت طولانی در بهشت سر رفته بود. او بعد از گفتگوهای زیاد از دیدار کنندگانش خواست تا چند روزی مهمان وی باشند. یاران پس از مشورت تصمیم گرفتند دعوت او را بپذیرند تا بیشتر به افکار و اندیشه های این پیغمبر نامدار قوم یهود آشنا شوند. موسی مردی مهربان، با سخاوت، بلند نظر و مهمان نواز بود که با خلوص نیت و صمیمانه به پذیرایی از مهمانان خود دل سپرده بود. خیام پرسید: یا کلیم الله، می دانید که یکی از بزرگترین مشکلات بشر رسالت و پیام‌آوری شما انبیا بوده؟ بله می دانم. مسلمانان و مسیحیان بنا به مندرجات کتاب مقدسشان شما را پیغمبر می دانند، ولی در عین حال هم مسیحیت و هم اسلام با دین و پیروان شما خصومت دارند. این تضاد از کجاست؟ در حالی که می دانیم که عیسی ابن مریم به کلام خود صریحاً گفته بود: فکر نکنید من آمدم تا تورات و نوشته های نبی ها را منسوخ نمایم، نیامدم تا منسوخ کنم بلکه تا به تحقق برسانم. یقین بدانید که تا آسمان و زمین بر جا هستند، هیچ حرف و نقطه ای از تورات از بین نخواهد رفت تا همه آنها تحقق یابد. پیغمبر اسلام نیز انبیای یهود و پیغمبری شما را برای صحت رسالتش شاهد آورده و طی آیه‌ای گفته است: بگو ما به خدا و به آنچه بر خودمان و بر ابراهیم و بر اسماعیل و اسحاق و فرزندان یعقوب نازل شده و به هرچه خدا به موسی و عیسی و پیغمبران داده است ایمان آورده ایم و ما میان هیچ یک از آنان فرق نمی گذاریم و خدای ما و شما یکیست. با این وضع آن جنگ و جدال‌ها، کشت و کشتارها، تجاوزها و غارت‌ها و زنان و فرزندان یهود را به اسارت گرفتن‌ها و به حریم خانواده‌ها تجاوز کردن‌ها چه معنی می‌داد؟ موسی در حالی که انگشتانش را در انبوه موهای سپید خود فرو برده بود، با تأثر گفت: من به عنوان یک پیغمبر دستوراتی برای هدایت قومم دادم که در آنها هیچ ابهامی نیست. همه آنها در جهت سلامت، آسایش و راحتی قوم یهود است. اما چون عمر من به پایان رسید، مدعیان رهبری قوم چیزهایی به رهنمونهای من افزودند و اعمالی مرتکب شدند که عیسی ابن مریم را وادار به قیام کرد و پیروانش از رهنمونهای او طریقتی بنا کردند که عالمگیر شد. در مورد محمد هم کمابیش داستان چنین بود: او با قوم یهود در ستیز شد ولی منکر پیغمبری من نشد. واقعیت این است که ما پیغمبران هر یک در زمان و در شرایط خود آنچه را که به مصلحت قوم و قبیله خود دیدیم عنوان کردیم. دلیلی هم نداشت که حرف بیفایده و حساب نشده بزنیم و یا در جهت خلاف مصالح مردم قدم برداریم. در حقیقت این متولیان بودند و هستند که آیین‌ها را مغشوش می‌کنند و به راه‌های نادرست می‌کشانند.
آنها به خاطر سودجویی خود پیرایه‌هایی بر ادیان می‌بندند و مردم را به گمراهی می‌کشانند که نمونه مشخص آن دین یهود است و نتیجه آن هم ظهور عیسی است. در سرکشی و طغیان عیسی ابن مریم و جدا شدن پیروان او از آیین یهود، به نظر شما گناه از من بود یا از آن کسانی که با اعمال و رفتار خود او را به قیام وادار کردند؟ حرف و راه و رسالت ما راهنمایان تفاوتی با هم نداشت. حرف من، عیسی، محمد و دیگران همه در یک موضوع خلاصه می شد و آن اینکه انسان‌ها چطور زندگی کنند و چطور با هم تعاون داشته باشند، چطور حق و حقوق یکدیگر را رعایت کنند و مقام و منزلت خدایشان را در نظر بگیرند. من چند قرن قبل از عیسی به پا خواستم و او چند قرن قبل از محمد، ولی محتوای خواسته هر سه ما یکی بود. اگر به خاطر تفاوت شرایط و زمان آنها مطالبی به دستورات من اضافه کردند، فرع قضیه است. اصل همان هدایت انسانها بوده. جنگ ها و خون ریزی هایی که بعدها میان پیروان ادیان به وقوع پیوسته، همگی ناشی از آن بود که گروهی گسترش یک دین و پیدا کردن پیروان بیشتر را در جهت منافع مادی خود و قوم و قبیلهشان سودمند می دانستند، بی آنکه به هدف پیغمبران و علل معنوی ظهور ادیان واقف باشند. برای من به عنوان پیغمبر قوم یهود فرقی نمی کرد که عیسویت در روم و سایر بلاد تبلیغ خداپرستی کند و محمد هم از قوم عرب برخیزد و اعراب بت‌پرست را به خداشناسی دعوت نماید. ضمن اینکه هر دو مرا و سایر انبیای قوم یهود را محترم می‌شمردند. البته من هم به مصلحت پیغمبری محمد نمی‌دیدم که در قضیه یهودیان ساکن عربستان به خصوص یثرب و خیبر با چنان بی‌رحمی و خشونتی رفتار کند. ابو علی سینا پرسید: یا کلیم الله، ظاهراً شما از عیسی و محمد گله و شکایتی ندارید و به آنها معترض هم نیستید؟ ابداً، چرا که دین من یک دین قومی است و قوم یهود هم خوشبختانه با همه کژرفتاری هایشان تا حدودی آیین من و پدرانم را حفظ کردند. چون من کاری به اقوام دیگر نداشتم و ندارم، بنابراین فرقی به حال من نمی کند که مردم عرب یا سایر بلاد مسلمان باشند یا مسیحی. به عنوان مثال، من به ایرانیانی که هنوز هم زرتشتی هستند به دیده احترام می نکرم، چرا که در فلسفه زرتشت اخلاق و مردانگی و حرمت نهادن به عقاید دیگران بیش از همه ادیان ریشه دارد. از اینکه پیروان زرتشت به دین و قوم من خدمت کرده اند، من و همه بزرگان قوم یهود از آنان سپاسگزاریم. اینکه می‌بینم آیین زرتشت هنوز هم پایدار است، خرسندم. چرا چنین آیین گرانقدر و پرآوازه‌ای از میان برود؟ بر قوم یهود و پیروان من این یک وظیفه دینی و قومی است که در بزرگداشت این آیین و ارجمند شمردن پیروان زرتشت و محترم شمردن مردم ایران همیشه بکوشند و هیچ وقت قدمی بر خلاف مصلحت آنان بر ندارند. به علاوه دین و قوم یهود بخش عمده حیات قومی و دینی خود را مدیون آیین پاک ایرانیان و پیغمبر آریایی آنان و پادشاهان پاک نهاد و آزاد منش ایران مانند کوروش کبیر، داریوش بزرگ، خشایارشاه و اردشیر اول هخامنشی می باشند. عزت الملوک گفت: یا کلیم الله، شما بهشت را چگونه می‌بینید؟ موسی پرسید: منظورتان چیست ای بانو؟ منظورم این است که آیا از بهشت راضی هستید؟ موسی با تأثر گفت: بهشتی داریم که می‌خواستیم و تصور و آرزویش را می‌کردیم. اگر عیب و ایرادی دارد و اگر آنطور که باید ما را راضی نمی‌کند، مربوط به خود ماست. خیام با تعجب پرسید: یا کلیم الله، منظور حضرت این است که بهشت آن چیزی است که شما می‌خواستید و برای پیروان خود در نظر گرفته بودید؟ همینطور است که می‌گویید. ما بهشتی را تجسم کرده بودیم و می‌پنداشتیم که چنین وعدگاهی می‌تواند پاداش نیکی برای پرهیزگاران باشد و آن بهشت
همین است که امروز مادران هستیم. اگر عیب و نقصی دارد مربوط به برداشت‌های ماست. آن روزها بنا به معلومات و احتیاجات و آرزوهایمان چنین بهشتی میعاد مناسب و پرارزشی به نظر می‌رسید. البته در حال حاضر من چنین عقیده‌ای ندارم، اما در آن روزها بهتر از این را نمی‌توانستیم تصور کنیم. ابو علی سینا پرسید: یا کلیم الله، بنابراین بهش چیزی نیست که پروردگار عالم به بندگانش وعده داده باشد؟ حقیقت مطلب این است که ما از آفریدگار جهان بهشتی را آرزو و تمنا می کردیم که در این لحظه ندایی از عرش اعلای رب العالمین رسید: یا کلیم الله، تو را چه که اسرار بارگاه ما را برملا سازی؟ خواهی که بفرماییم تا باز هم به لکنت زبان دچار شوی؟ موسی که شنیدن ندای رب العالمین بیناک شده بود، با لکنت زبان و لرزش کلام گفت: بار الها، معذورم بدار، در بهشت تو هستم، زبانم به دروغ نمی آلاید. و به استغفار و توبه کردن افتاد و رو به مهمانان خود کرد و گفت: بیمناک خشم اویم، بهتر از شما سفر خود را ادامه دهید و مرا تنها بگذارید. شاید کسی دیگر به پرسش های شما پاسخ دهد. ما پیغمبران نمی توانیم همه چیز را به همگان بگوییم. ابو علی سینا و خیام با همراهانشان در حال خروج از کارگاه بودند که موسی با دلتنگی گفت: لوحه‌هایتان را نمی بری؟ حاج عجب گفت: یا کلیم الله، ما در حال سیر و سیاحت هستیم و حمل این الواح سنگی مشکل است. می فهمم، بگذارید تا لوایح سبکتری هدیه کنم. فریاد زد: هارون، هارون. در این لحظه هارون برادر موسی در حالی که دستهایش را با پیشبندی که به گردن آویخته بود پاک می کرد، از پستوی کارگاه خارج شد و به موسی گفت: بله برادر، چند لوح پلاستیکی برای مهمانان عزیز ایرانی ما بیاور. لحظاتی بعد هارون با چند لوح کوچک پلاستیکی 10 فرمان بازگشت و آنها را به مهمانان تقدیم کرد. خیام و دوستانش با تشکر از موسی کلیم الله و دستیارش هارون سنگ تراشی او را ترک کردند. بیرون کارگاه خیام به ابو علی سینا گفت: حضرت شیخ الرئیس، حال چگونه اید؟ حکیم گرامی، از دیدار این پیغمبر سامی بیش از پیش گیج و سرگردان شده. ولی کلیم الله حرفهای قشنگ و جالبی زد ها، اگرچه رشته سخنش به فرمان حق گسسته شد، ولی پیغمبر قوم یهود لب مطلب را ادا کرد. خدا دیر متوجه شد که پیغمبرش بند را به آب داده است. به عقیده من توضیحات بعدی موسی نمیتوانست روشنتر و صریح‌تر از آنچه که بیان کرد باشد. او هرچه میدانست در همون آغاز با سادگی یک شبان عهد عتیق به زبان آورد. ابو علی سینا گفت: کاش ادامه میداد. شنیدن این گونه مطالب از زبان کسانی مثل پیغمبر نامدار قوم یهود حجت است. خیام ضمن تأیید سخن ابو علی سینا گفت: ولی این پیغمبر با عوام صحبت نمی کرد. خدا هم که عجولانه به امر و نهی کردن افتاد، می دانست چرا به پیغمبرش عتاب می کند و خبر هم داشت که مهمانان و طرف صحبت این پیغمبر چه کسانی هستند. به هر حال عتاب الهی یا بیهوده بود یا دیر. حاج رجب گفت: پدر، حرفای حضرت موسی آنچنان ساده و روشن بود که ما هم که عوام هستیم منظور او را درک کردیم. خیام گفت: بله، ایشان که با رمز و اشاره صحبت نمی کرد. موسی مشکلی نداشت، اما خدا در مشکل خود گرفتار بود و بدان جهت به فکر چاره‌جویی افتاد، اگرچه دیر.